زمان معلوم و مجهول در زبان انگلیسی چیه و چه جوری باید از روی یک جمله اکتیو یا معلوم جمله پسیو رو بسازیم؟ پس تا آخر این ویدیو همراه ما باشین. سلام بچه‌ها، من میسا هستم و امروز یک ویدیوی خیلی پرکاربرد داریم که خیلی هم در زبان انگلیسی مهم هستش. دونستنش واقعا مهمه در زبان انگلیسی و خیلی از شما هم پیشنهاد کرده بودین که من این تاپیک رو در مقوله گرامر حتما بهتون درس بدم و اون هم چیزی نیست جز اکتیو و پسیو وایس، یعنی زمان معلوم و مجهول در زبان انگلیسی. اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایب روش کلیک بکنید و زنگوله بغلش رو هم بزنید، شما همیشه اولین نفری خواهید بود که ویدیو ما رو میبینید، لذت میبرید و کلی مطالب آموزشی خوب و جالب ازش یاد میگیرید. خب بچه‌ها، امروز چون که این مطلب یه ذره طولانی ممکنه باشه خیلی زیاد صحبت نمی‌کنی، ولی سعی می‌کنم که توضیحات لازمش رو بهتون بدم که هیچ گونه سوالی در رابطه با این گرامر نداشته باشیم و بعد از اینکه ویدیو تمام شد کاملا خوب یادش بگیرید. اما قبل از که شروع کنم بچه یه نکته بگم. ممکنه برای بچه‌هایی که یه کوچولو یه مقدار لول زبانشون خیلی بالا نیست سخت باشه، اما چون قراره توی چند تا تخته به توضیح بدم بهتون میگم که هر لولی از زبان کدوم قسمتش رو بیشتر دقت بکنه و یاد بگیره. اگرم که لول زبانتون عالیه و تمام زمانهای زبان انگلیسی رو میدونین که دیگه there is no problem for you guys، هیچ مشکلی براتون نیست. خب guys, I have written a sentence here. من اینجا یه جمله نوشتم. جمله‌ام چیه؟ Misa eats the cake. Misa eats the cake. Misa کیک رو میخورد. بچه‌ها این جمله معلومه. Misa چه چیزی را میخورد؟ Misa کیک را میخورد. نکته اول. Misa سابجکت منه. بچه‌ها سابجکت من مخففش رو نوشتم. یعنی فاعل منه. Eats ورب منه. باز مخففش رو نوشتم. The cake آبجکت منه. object یعنی مفعول، چیزی که روش یه کاری انجام میشه، یک عملی انجام میشه. الان عمل خوردن روشی داره انجام میشه رو کیک، پس مفعولمونه. اینم فاعلمونه، اینم فعلمونه. خب نکته دوم، پس وقتی جمله من مفعول داره یعنی جمله من چیه؟ فعل من چیه؟ مفعول پذیره، یا به عبارت در زبان انگلیسی میگیم transitive verb. transitive verb فعل مفعول پذیر. پس مفعول دارم و فعلم مفعول پذیره یعنی مفعول میگیره. حالا ما فقط در زمانی میتونیم یک جمله پسیو داشته باشیم که جمله من بدون شک و 100% و قطعا مفعول داشته باشه. در غیر از این صورت نمیتونیم از جمله معمولی بدون مفعول پسیو بسازیم. پس پسیو فقط از رو جمله اکتیوی که مفعول داره ساخته میشه، بدون مفعول نمیشه این کار کرد. حالا قاعده کلی ساختن پسیو چیه؟ مفعول جمله ما مشخص میکنن. الان مفعول جمله من چیه؟ The cake. مفعول جمله در جمله اکتیو یا معلوم میشه فاعل جمله مجهول. یه بار دیگه این نکته رو بهتون بگم. مفعول جمله معلوم میشه فاعل جمله مجهول. الان مفعول جمله من the cake که میشه فاعل جمله مجهولم. the cake. حالا اینجا یه کار یه ذره سخته که بعضی از بچه‌ها میگن ما نمیتونیم مجهول بسازیم، مجهول ساختن سخته. اینجا یه کار هستش که شما میخواین برای جمله مجهولتون فعل بسازیم. خب الان فعل من چیه؟ eats. توی تخته بعدی یه جوری بهتون این چارت رو مینویسم که دیگه هیچ سوال نمونه، فقط الان دارم کانسپت کلیشو بهتون میگم. الان فعل جمله من eats. نکته، در زمان مجهول من حتما یکی از حالتهای فرم to be رو دارم. am, is, are, was, were, been, being، همه اینا رو ممکنه داشته باشم. بستگی داره که جمله معلوم من تو چه حالتی اومده باشه. الان eats برای چه زمانیه؟ زمان simple present، زمان حال ساده. پس to be verbی که من براش انتخاب میکنم با توجه به سابجکتم که مفرده و سوم شخص هستش و با توجه به اینکه زمان این فعل من simple present حال هستش، کدوم فرم درست برای این الان تو بی مناسبه؟ ایز. گفتم تو بی حتما دارم. ایز چرا ایز شد؟ First of all, this is simple present. اول از اینکه این simple present. Second of all, this is third person. این سوم شخصه. پس ایز شد. حالا بعد از ایز نکتر بچه این سخت در پارتش اینو یاد بگیرید که تمام شد. بعد از ایز من پس پارتیسیپل فعلمو دارم. حالت سوم فعل چیه؟ بچه حالت سوم فعل هیچ راهی نداره جز اینکه حفظش کنید. اگر که یه لیست از افعال مهم زبان انگلیسی یا common verbs in English رو گوگل کنین، سرچ کنین، ستونی که براتون میاره سه تا ستون است. حالت اولش که زمان سیمپل پرزنت، بعد پستش رو بهتون یاد میده، بعد پی پی یا پست پارتیسیپلش. اون پی پی پس پارتیسیپل یا ستون سوم میشه حالت سوم فعل. حالا ایت فعل منه، حالت سومش میشه نگاه کنیم ایت، گذشتش میشه ایت، سومش میشه ایتن که اگر بخوام امریکن انگلیش بگیم میشه ایتن. Eaten اینجوری تلفظ میشه. So the cake is eaten or the cake is eaten. تموم شد. آیا توی این جمله the cake is eaten معلوم هست چه کسی این کار رو انجام داده؟ خیر. آیا معلومه توی این جمله که میسا این کار رو انجام داده؟ خیر. اما اگر که بخواین اشاره بکنین که میسا این کار رو کرده، میتونین آپشناله این کار رو بکنین، یعنی بگین بای توسط میسا. البته این بایه نباید چیز باشه، بایه نباید کپتال باشه. So, by میسا. The cake is eaten by میسا. این آپشناله، میتونه باشه میتونه نباشه. خب پس چیکار کردم؟ اومدم مفعول جمله رو انتخاب کردم، گفتم مفعول جمله معلوم میشه فاعل جمله مجهول. الان این میشه سابجکت من. بعد اومدم گفتم که فعلمو مشخص میکنم. دو تا نکته مهمه. فعلم چه زمانیه؟ فاعل جمله مجهولم چیه؟ فاعل جمله مجهولم سوم شخص مفرده، the cake. فعلم چیه؟ simple present. پس درست ترین حالت to be رو براش انتخاب میکنم. to be چی بود؟ am, is, are, was, were. این الان متناسب درست ترین حالت to be برای با توجه به این و این چی بود؟ is. و بعد اومدم پی پی رو بهش اضافه کردم، پس participle. پس اینجا to be رو دارم، اینجا پی پی یا پس پارتیسیپل یا حالت سوم فعلمو دارم. بعد بای میسا انجام دهنده کار میتونه باشه میتونه نباشه، ولی معمولا نیست. خب حالا چه زمانی جمله پسیو استفاده میکنم؟ When we don't care who did it. وقتی اهمیت نمیدیم که کی اون کار رو انجام داده. اینجا اهمیت نمیدم میسا خورده، فقط میخوام بگم که کیک خورده شده است. کیک خورده شده است، نمیدونیم کی، نمیخوام مثلا بگم، مهم نیست برام. When we don't know who did it، وقتی نمیدونیم که این کار رو انجام داده. الان من اگه بیام بهتون بگم the cake is eaten، میتونیم تشخیص بدیم که این کار رو کرده؟ نه. پس نمیدونیم که این کار رو کرده. When we don't want to say who did it، وقتی نمیخوام بگم که این کار رو انجام داده. مثلا مامانتون میاد میگه ابا کیک نیست، کیک کو، where is the cake؟ بعد مثلا برادر من نمیخواد لو بده، من خوردم، میگه oh mom the cake is eaten. کیک خورده شده، نمیخوام بگم کی خوردتش. When the object is the most important part، وقتی که object جمله، مفعول جمله مهمترین قسمت جمله است. حالا اینجا خیلی مهم نیست، ولی توی مثلا مقاله نویسی و اینا معمولا ما از مجهول خیلی استفاده میکنیم، چون میخوایم هم نشون بدیم مجهول نوشتن بلدیم، هم میخوایم نشون بدیم که یه سری از پارت های جمله مهمتر از قسمت دیگه‌شه. پس وقتی که object هم مفعول من مهمترین قسمت جمله است. and for variety، برای تنوع که خیلی خوبه از مجهول استفاده کنیم. خب این کانسپت کلی و نحوه ساختن مجهول میخوام توی تخته بعدی، تو چند تا تخته بعدی تمام زمانها و نحوه مجهول کردنشون بهتون یاد بدم که دیگه کوچیک‌ترین سوالی براتون باقی نمونه. پس یه نگاه کنیم بریم برگردیم. خب بچه‌ها من برگشتم با عجب جدولی که البته نصفش مونده یه ذرهش مونده، تو تخته بعدی توضیح میدم. بچه‌ها این کاملترین جدول برای یادگیری اکتیو و پسیو هستش. البته من با توجه به لولتون هر جا میگم که کدوم لول کدومو بلد باشه بهتر هستش. ولی نکته‌ای که وجود داره، لطفاً خواهش میکنم بچه‌ها اگر میخواین مجهول‌ها رو یاد بگیرین حتما پس پارتیسیپل یا حالت سوم فعل‌ها رو یاد بگیرین. اگر بخواید میتونم لیستش رو، یک لیستی از افعال رو به صورت کامل، چه سیمپل پرزنت چه پس چه پس پارتیسیپلش رو براتون بذارم توی چنل تلگرام که خیلی راحت‌تر بتونید حفظ کنید، چون the key to learning passives is learning past participle. واقعا کلید یادگیری پسیو یادگیری past participle هستش. خب بی وقفه بریم سراغ توضیح جدول. It has 3 columns. 3 تا ستون داره. تو ستون اول tense رو نوشتم، یعنی زمانم در انگلیسی، بعد جمله active رو نوشتم، بعد passive. فقط خواهش میکنم که stick to your laptops, stick to your I don't know tablets, stick to your mobile phones and listen carefully. بچسبین به لپتاپ، موبایل یا تبلتتون و قشنگ گوش کنین. یک کاغذ خود کنم اگه دم دست دارین که باشه بهتره، اگر نه که خب این جدول توی تلگرام هست، میتونین چند بار ویدیو رو ببینید. خب اولین تنس من و راحت ترین تنسی که استفاده میکنم تو تخته قبلی هم گفتم سیمپل پرزنت هستش، یعنی زمان حال ساده. 2 تا جمله نوشتم، میگم چرا برای هر کدوم 2 تا جمله نوشتم. اولین جمله رو دقت بکنین توی سیمپل پرزنت. They sell ice cream here. They sell ice cream here. اونا اینجا بستنی میفروشن. گفتم چیکار میکنیم؟ میایم آبجکت رو معلوم میکنم، مفعول رو معلوم میکنم، چه چیزی را میفروشن؟ بستنی را میفروشن. پس بستنی الان آبجکت یا مفعول منه. گفتیم مفعول جمله اکتیو میشه فاعل جمله پسیو، پس اینو آوردم اینجا کردم فاعل. حالا دومین کاری که بهتون گفتم میکنیم این هستش که فعل رو میبینم، فعل من سیمپل پرزنته. حالا نگاه میکنم فاعل جمله پسیو من چیه؟ آیس کریم. آیس کریم 3 شخص مفرد هستش، یعنی همون ایت اگر بخوام براش ضمیر بذارم. خب پس با توجه به اینکه 3 شخص مفرده و سیمپل پرزنت هستش، تو بی مناسبش رو انتخاب میکنم. تو بی مناسبش چیه؟ بین am, is, are, was, were و been انتخاب میکنم. تو بی مناسب سیمپل پرزنت و 3 شخص مفرد is. تموم. حالا فعلم چی بود؟ سل. پس پارتیسیپل یا حالت 3 رو میذارم. تموم شد. Ice cream is sold here. بستنی اینجا به فروش میرسد یا فروش داده میشود. مجهوله. آیا میدونیم کی میفروشه؟ نه. They دیگه نمیدونیم دی میفروشه و من دیگه بچه فایلش رو نوشتم. So ice cream is sold here. بریم ببینیم چرا من 2 تا جمله واسه هر زمان نوشتم. نگاه. They sell books here. They sell books here. چه چیزی را میفروشن؟ کتاب ها را میفروشن. آها نکته اینه. مفعول مشخص میکنم. مفعول جمله اکتیو میشود فاعل جمله پسیو. فاعل جمله پسیو من الان بوکسه. نکته. چه زمانیه؟ سل سیمپل پرزنت. حالا فاعل من چیه؟ فاعل من 3 شخص جمع هست. حالا تو بی مناسب با توجه به زمان سیمپل پرزنت و 3 شخص جمع چی میشه از بین am, is, are, was, were و been؟ خب زمان که حاله، پس یا am یا is یا آره. پس چون بوکس 3 شخص جمع هستش، الان تو بی مناسب من میشه are دیگه. حالت 3 فعلم مینویسم. تموم شد. Books are sold here. کتاب اینجا فروش داده میشود. این از این. بچه هایی که لول بیسیک و الیمنتری هستن میتونن این حالت پسیو رو یاد بگیرن. بریم سراغ بعدی. Present Continuous. بچه من مخففش رو نوشتم CONT. Cont یعنی همون Continuous. Present Continuous یا زمان حال. بذارین رو من کامل بنویسم فکرم درگیر شما نشه. Continuous. خب Present Continuous یعنی زمان حال استمراری که بهتون درس دادم. بریم ببینیم جملهش چیه. He is washing his car. He is washing his car. داره ماشینش را میشورد. چه چیزی را میشورد؟ His car. مفعول جمله اکتیو فاعل جمله پسیو. پس الان his car که آبجکتمونه میاد اینجا میشه سابجکت. نکته. گفتیم دومین کاری که میکنیم چیه؟ اولین کار این بود که آبجکت رو مشخص کنم بیارم بکنم فاعل. دومین کار این بود که ببینم چه تنسیه چه زمانیه. زمانی که الان من اینجا استفاده کردم زمان حال استمراریه. سابجکت هم چیه؟ هیز کار. پس حال استمراری. دقت کنیم خیلی نکته داره توش. حال استمراری و زمان 3 شخص مفرد. بچه دقت کنیم. الان تو بی وربی که من براش انتخاب بکنم is being هستش. چرا؟ ببینیم الان اینجا ببینید قالب جمله من چی بوده؟ is به علاوه فعل به علاوه ing. is به علاوه فعل که واشه به علاوه ing، یعنی شده is به علاوه واش به علاوه ing. is washing. دقت. حالا is که میاد، is ثابته. چجوری این استمرار کار رو نشون بدم؟ داره ماشینش رو میشوره، این داره رو چجوری انجام نشون بدم؟ این ing فرم رو چجوری نشون بدم؟ با being. دقت کن being بچه ها، فعل be به علاوه ingه، پس is being حالا سوم حالت سوم فعل، پس participle هم washed. His car is being washed. نکته رو یه بار دیگه میگم، خواهش میکنم اینو بفهمید چون خیلی مهمه. گفتیم زمان present continuous و his car شده سابجکتمون. سابجکت من مفرده. حالا گفتم یه to be verb مناسب انتخاب میکنم. اینجا to be verbش خودش بهمون گفته چیه؟ ایزه. ایزو میذارم. خب ایز خودش ناکن تو جمله ایز هست. to be verb مناسبش هست. حالا من گفتم این استمراره داره ماشینش رو میشوره رو چجوری نشون بدم؟ being، یعنی فعل be به علاوه ing داره استمرار من رو نشون میده. حالا زمان پس فعل پس پارتیسیپل یا حالت سوم فعل رو میذارم. His car is being washed. این مهمترین قسمت بود. بریم سراغ جمله دوم present continuous. He is washing the dishes. He is washing the dishes. حالا the dishes الان مفعولمه میاد اینجا میشه فاعل. فاعل من سوم شخص جمعه. پس دقت بکن سوم شخص جمع برای present continuous is نمیگیره چون جمعه، are میگیره. حالا میخوام این ingه این تداومه رو نشون بدم. چجوری نشونش میدم؟ با being. are being washed. حالا past participle. So the dishes are being washed. ظرفها دارن شسته میشوند. ظرف‌ها دارند شسته میشوند. آیا میدونیم کی؟ خیر. پس این بچه خیلی مهم بود. خواهش میکنم این بینگر رو من دورش یه چیز میکشم. اگر متوجه نشدین دوباره ویدیو رو بزنیم چند دقیقه عقب‌تر ببینیم، چون یه جوری توضیح دادم که حتما اگه بار اول نفهمید بار دوم میفهمید. خب اینم بچه‌های باز لول المنتری میتونن یاد بگیرن. خب حالا از سیمپل بریم سراغ، از پرزنت بریم سراغ پس. سیمپل پس زمان گذشته ساده. ببینیم زمان گذشته ساده رو بچه بهتون درس دادم. بریم جمله‌اش چیه. They sold a car yesterday. اونها دیروز یک ماشین فروختند. گذشته است. فروختند. چه چیزی را فروختند؟ A car. آبجکت من الان مفعول من چیه؟ چه چیزی را؟ ماشین را. پس کار الان آبجکت من میاد. پسیو میشه سابجکتم. میشه فاعلم. کار رو آوردم اینجا. نکته دومین نکته که گفتیم بهش دقت میکنیم چیه؟ میبینم زمان من چیه؟ الان زمان من پسته، سیمپل پست گذشته است. با توجه به زمان گذشته و فاعل اینجام از بین to be verb مناسب انتخاب میکنم. اما is or رو که بنداز دور، چون برای present هم برای پست نیستم. میمونه was where. الان از بین was و where با توجه به اینکه این مفرده کدوم مناسبه؟ was و PP حالت سوم فعل رو میذارم. تموم شد. A car was sold yesterday. یک ماشین دیروز فروخته شد. آیا میدونیم کی فروخته؟ نه. بریم سراغ دومین جمله. They sold two cars yesterday. دو ماشین را فروختن. دو ماشین میاد اینجا میشه فاعلم. الان زمان من همچنان گذشته است. ولی فاعل من جمع شده. was برای مفرده پس حذف میشه where. حالا PP بعد حالا دیگه قیدش هم میذارم. Two cars were sold yesterday. دو تا ماشین دیروز فروخته شد. آیا میدونیم کی؟ خیر. باز بچه های لول elementary که سیمپل پست و بلدن، اگر بلد نیستین ویدیوشو ببینید میتونین اینو یاد بگیرید. پس این ستا رو بچه elementary میتونن یاد بگیرن. بعدی past continuous. باز من اینو کامل بنویسم خیالم راحت شه. continuous past continuous هنوز بهتون درسش ندادم بچه ها. میشه زمان گذشته استمراری. گذشته استمراری مثلا داشت ماشینش رو میشست، داشت مثلا غذا میخورد، داشت میگیم داره میخوره، حال استمراری داشت میخورد گذاشته. حالا جمله رو ببینید. He was painting his room. داشت اتاقش رو نقاشی میکرد. He was painting his room. دوباره این نکته داره. چه چیزی را نقاشی میکرد؟ His room را نقاشی میکرد. پس مفعول میاد اینجا میشه فاعل his room. حالا نکته دوم، زمانم چیه؟ پسته. پسته چی؟ سیمپله؟ نه. پسته چیه؟ کانتینیوسه. حالا اول توبیمو انتخاب میکنم چون پسته توبی مناسب من یا وازه یا وره. واز چرا؟ چون فاعل من مفرده واز. حالا این تداومه را چجوری نشون بدم؟ being تمام. was being painted. painted سوم شخص حالت ببخشید حالت سوم فعل paint میشه painted. his room was being painted. اتاقش داشت نقاشی میشد. بریم سراغ جمله دوم. he was painting the walls. He was painting the walls. داشت دیوارها را نقاشی میکرد. چه چیزی را نقاشی میکرد؟ The walls. پس the walls میشه سابجکت جمله مجهولم. حالا نکته گفتیم زمان پسته. پسته چی؟ ساده یا continuous ساده. حالا اول میام to be verb مناسب انتخاب میکنم با توجه به اینکه این جمعه و پسته to be verbش میشه were. حالا برای اینکه تداوم رو نشون بدم از being استفاده میکنم. پس being painted. دیوارها داشت رنگ میشد یا دیوارها داشتن رنگ میشدن. بازم بچه‌های لول elementary میتونن اینو یاد بگیرن، ولی من هنوز past continuous رو بهتون کامل یاد ندادم، یعنی یادش ندادم، ولی تا اینجا که چیز خاصی نداشت. حالا از اینجا به بعد یه کوچولو سخت میشه. بچه‌های pre intermediate هم میتونن intermediate و به بالا دیگه اینجا رو کامل شما میتونید این جدول کامل و جدول بعدی کامل رو یاد بگیرید. خب زمان بعدی present perfect هستش، یعنی زمان حال کامل. زمان حال کامل توضیحش رو نمیدم چون ویدیو خیلی طولانی میشه. مبحث من اکتیو پسیو. زمان حال کامله، دقت کنیم. بریم سراغ حال کامل. They have repaired my bike. اونها دوچرخه مرا تعمیر کردن. چه چیزی را تعمیر کردن؟ my bike. پس الان آبجکت این جمله میشه سابجکت جمله پسیوم. my bike. حالا دقت بکنیم بچه ها، اینجا رو دقت بکنیم. ببینید they have repaired my bike. ساختار present perfect چیه؟ have به علاوه past participle. من باید این have و has رو توی جمله پسیوم داشته باشم، اما have بذارم یا has. my bike الان سوم شخصه پس has میگیره. اینو گذاشتم، دقت کن. حالا که هزو گذاشتم و نشون دادم که این جمله من جمله حال کامل هستش، میرم سراغ انتخاب توبی مناسب. توبی مناسب من اما ایزو آر که حذفه به خاطر اینکه برای پرزنته. was و were حذفه چون برای پسته. میمونه بین. بین بین میشه سوم حالت سوم فعل توبی. پس بین repaired. has been repaired. my bike has been repaired. دوچرخه من تعمیر شده است. پس بچه دقت بکنید، همونطوری که توی continuous ها چه گذشته چه حال با being استمرار رو نشون میدادم و نشون میدادم که continuousه، توی زمان present perfect هم باید نشون بدم که زمان کامله. has و have میاد. حالا جمله بعدی they have repaired some bikes. اونها تعدادی دوچرخه را تعمیر کردن. چه چیزی را تعمیر کردن؟ some bikes. آبجکت جمله این میشه سابجکت جمله مجهولم. حالا some bikes دقت بکنید، گفتیم باید نشون بدیم که کامل هستش. الان پس بعد هوا هزو استفاده بکنم. چرا؟ چون جمله اصلی من جمله اکتیو من present perfect بوده. حالا بچه some bikes جمع یا مفرد؟ جمعه، پس have میگیره. حالا حالت سوم to be میشه been repaired. some bikes have been repaired. تعدادی دوچرخه تعمیر شده and. یاد بگیریم بچه های elementary فعلا یاد نگیرن. past perfect دیگه این بچه خیلی برای upper intermediate و advanced، حتی intermediate هم ممکنه past perfect رو هنوز نخونده باشن. زمان گذشته کامل باز توضیحش رو نمیدم. بریم سراغ جمله اکتیوش. Somebody had left a key here. Somebody had left a key here. ساختارش چیه بچه ها؟ had فقط had به علاوه پس پارتیسیپل. یکی اینجا یک کلید جا گذاشته بود. خب نمیگم مثلا چرا این زمان استفاده میشه. حالا چه چیزی را جا گذاشته بود؟ اکی. پس اکی مفعول من میاد اینجا میشه فاعل. اکی حالا مثل بالایی باید نشون بدم که این گذشته کامله. چه چیزی اینجا گذشته کامل بودن رو نشون میداد؟ حدش. پس اینجا نکته خیلی راحت. Good news is خبر خوش این هستش که دیگه بچه اینجا هواهز نداره کانفیوز بشین. گذشته کامل اون چیزی که نشونش میده حده. حد و بیار چه مفرد چه جمع. حد. حالا حالت سوم تو بین و فعلا left. الان گفتیم باید حتما to be verb باشه دیگه. پس اکی had been left here. یک کلید اینجا جا گذاشته شده بود. بریم سراغ جمله دوم. Somebody had left some keys. یکی اینجا تعداد کلید جا گذاشته بود. دوباره some keys میشه فاعلم. had و میارم که نشون بدم گذشته کامله. حالا گفتم to be verb باید باشه. to be verb مناسبه پس پرفکت من بین هستش و بعدم حالت سوم left که فعل اصلیمون هستش. So some keys had been left here. تعدادی کلید اینجا جا گذاشته شده بود. اوکی این قسمت مهمش تموم شد. بچه قسمت مهمش تموم شد. تا اینجا رو گفتم بچه های elementary میتونن یاد بگیرن. از اینجا به بعد و تخته بعدی بچه های لطفاً intermediate, upper intermediate و advanced. بریم با تخته دیگه برگردیم. خب بچه اینم از تخته آخر و دیگه اکتیو پسیوا رو میبندیم و واقعا میتونم بهتون بگم کامل ترین ویدیویی هستش که میتونید در رابطه با اکتیو و پسیو یاد بگیرید. اینم دیگه این تخته برای بچه‌های لول آپر اینترمدییت و ادوانس. امیدوارم که دیگه سوالاتون تو این زمینه رفع بشه. خب بریم برای زمان فیوچر که با ویل میاد. زمان آینده ساده که با ویل میاد. They will send an email. They will send an email. خب الان ان ایمیل میشه آبجکت من، میاد تو پسیو میشه سابجکت من. ان ایمیل. حالا دقت بکنید زمان من چیه؟ آینده. باید آینده بودن جمله‌م رو تو پسیوم هم نشون بدم. پس الان اون چیزی که به من نشون میده این جمله آینده ساده است و ویل داره توش چیه؟ ویل. پس ان ایمیل ویل رو میارم. نکته من بهتون گفتم یکی از فرم های to be am is are was were و been نکته‌ای که وجود داره. بچه‌ها بعد از will فعل من به صورت بیس فرم میاد یعنی فعل خالی میاد. الان to be بیس فرمش میشه چی؟ be. پس دیگه لازم نیست تغییر بدم چون will رو آوردم. حالا اون to be verb من چون ویل اومده باید به صورت ساده بیاد و دیگه صرف نمیشه. توشم میفته میشه بی. تموم شد. will be حالا پس پارتیسیپل حالت سوم فعل send میشه sent. So an email will be sent. یک ایمیل فرستاده خواهد شد. جمله دوم They will send some emails. They will send some emails. الان some emails میشه سابجکت جمله پسیوم. some emails دوباره نشون بدم آینده است. will be sent. دو تا جمله فرق نمیکنه. چرا؟ چون دیگه will دارم چه مفرد باشه چه جمع باشه جمله من همون میشه. some emails will be sent. تعدادی ایمیل فرستاده خواهند شد. حالا برای تنس going to going to بچه going to هم زمان آینده رو نشون میده. فرقشون فرق ویل و going to رو بهتون تو ویدیوهای قبلیمون گفتم. میتونیم بریم تو 5 minute ها بوده. خب somebody is going to call Peter. Somebody is going to call Peter. حالا یکی قراره به پیتر زنگ بزنه. قرار هست به پیتر زنگ بزنه در آینده. الان چه کسی را میخواهند زنگ بزنن؟ پیتر را میخواهند زنگ بزنن. پس پیتر الان میشه سابجکت جمله مجهول من. چرا؟ چون اینجا مجهوله. حالا پیتر میخوام نشون بدم going toه. قالب going to مو همینی که هست میارم اینجا. دقت بکن پیتر سوم شخص مفرد هستش و همچنان to be verbش میشه is. Peter is going to حالا نکته بچه ها بعد از going to هم مثل will فعل من به صورت بیس فرم میاد یعنی to be که فعل منه بیس فرمش میشه چی؟ توشو حذف میکنم be و حالا call به صورت پس پارتیسیپل میاد. Peter is going to be called. پیتر بهش زنگ زده خواهد شد. آیا میدونم کی؟ خیر. حالا somebody is going to call you. یکی میخواد به تو زنگ بزنه. الان تو میشه سابجکت جمله پسیوم. حالا دقت بکن بچه ها، you من قالب going to رو میارم، قالب going to رو میارم، اما برای you اگر بخوام to be رو صرف کنم میشه you are دیگه، درسته؟ you is you am که نداریم. you are حالا قالب going to، you are going to be called. تو قراره زنگ بهت زده شود یا قرار است زنگ زده شوی. توی فارسی یه ذره معنی نمیده ولی این جمله به صورت مجهول یه ذره فرمال هستش. خب سومین و چهارمین چیزی که میخوام بهتون یاد بدم بچه‌ها راجع به شود و ماسه که دیگه خیلی کامل بگم، البته هفتو هم هست ولی هفتو رو تو همین توضیح میدم بهتون. خب you should do the housework. You should do the housework. باید کارهای خونه رو انجام دهی. چه چیزی رو انجام دهی؟ housework. پس housework من اینجا. housework خب باید نشون بدم که should تو جمله معلومم بوده دیگه. should رو میارم. حالا نکته بچه دقیقاً این تخته خیلی راحته. چرا؟ چون وقتی should رو دارم تو جمله مثل going to، مثل will، دوباره to be من base form میاد. پس be housework should be. حالا فعل اصلیم چی بود؟ do. فعل اصلیم do بود. پس پارتیسیپلش میشه done. housework should be done. کارهای خونه باید انجام شوند. should be done. حالا you should wash the dishes. تو باید ظرفها رو بشوری. دوباره ظرفها میاد اینجا میشه سابجکت، هم should رو میارم. بعد از should فعل به صورت بیس فرمش میاد، یعنی to be که میخواستم انتخاب کنم میشه be. should be حالا فعل اصلیم چی بود؟ wash. پس پارتیسیپلش چی میشه؟ washed. dishes should be washed. ظرفها باید شسته شوند. همین کار دقیقا برای هفتو هستو میشه. فکر کنیم به جای should اگر هفتو بود اینجوری میشد housework has. housework has to be done. have to has to has to be done. housework has to be done. dishes have to be done. پس دقت کنید dishes چون جمع هستش از have to استفاده کردم، ولی housework چون مفرد هستش از has to استفاده کردم. حالا بریم سراغ must. دقیقاً must هم عین همینه. نگاه کنید kids must do their homework. بچه‌ها باید مشقاشون رو انجام بدن. homework must قالبش میاد، بعد از must فعل to be من بیس فرم میاد پس توش میفته. must be فعل اصلیم چی بود؟ do. پس پارتیسیپلش میشه done. homework must be done. مشقهای خونه باید انجام شوند. این قانونه. kids must follow the rules. بچه ها باید از قوانین پیروی بکنن. حالا دوباره rules الان اینجا میشه subject، هم دوباره must رو میارم. فعل to be به صورت بیس فرم میاد یعنی توش میفته و فعل اصلیم که follow هستش میشه past participle followed. rules must be followed. قوانین باید پیروی شوند. بچه ها این کامل ترین توضیح برای اکتیو و پسیو بود. امیدوارم که تمامی سوالاتتون در این رابطه چیز شده باشه، برطرف شده باشه. کسایی که تا آخر ویدیو رو نگاه کردن واقعا براوو، پرفکت. دیگه هیچ سوالی براتون باقی نمیمونه. اگر باز هم احیانا سوالی بود میتونید تو کامنت از من بپرسید. کامنتاتون رو میبینم جواب میدم. اگر دوست دارین بهم تو کامنت بگین براتون تمرین بذارم از اکتیو و پسیو که مثلا جمله اکتیو رو به پسیو تبدیل بکنین و غیره. عکسای تخته به صورت کامل و واضح تو چنل تلگرام هست، میتونید لینکش از دسکریپشن بردارین. اگر این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایکش کنین و به دوستان خودتون معرفی کنین. یادتون نره که جمله‌های پسیو خودتون رو برای من این پایین کامنت کنین تا من چکشون بکنم و بتونین تمرین کرده باشین. و مثل همیشه حرف آخر، لطفاً اگر موضوعی هست که دوست دارین من در رابطه باهاش براتون تدریس بکنم به من بگین، تو چک لیستمون بنویسیم من و گروهم که اون ویدیو رو براتون آماده کنیم. Till another video, take care, see you soon and bye bye!